هیچ میدونستین این سالاد علویه که انقدر محبوبه در واقع یه سالاد روسیه و به عنوان راشن سالاد تو دنیا میشناسنش توسط این آقا لوسیان اولیویه تو سال 1860 که البته فرانسوی الاصل بوده توی مسکو تو رستوران خودش درست میکنه و حسابی سر صدا میکنه و معروف میشه. البته که بعد از این 150-60 سال رسپی اصلی دستخوش تغییر هم شده و امروزه توی روسیه بعضیا به گوشت خوک یا گوشت بلدرچین یا گوشت مرغ و یا سوسیس و کالباس و چیزهای مختلف دیگه میزنن. خلاصه بریم یکی از مدلای خیلی خوشمزه این سالاد روسی رو با هم درست کنیم و لذت ببریم. لطفاً ورق بزنید. خب سیب زمینی و هویج رو میذارم تا کاملا بپزن و نرم بشن. سینه مرغ رو به همراه چند تا برگ بو، چند تا دونه فلفل و نمک هم میذارم تا بپزه. بعد از اینکه اینا پختن تخم مرغ رو هم میپزم. خب یه چیزی که توی ورژن روسیه این سالاد اضافه میکنن پیازچست که ببین خیلی خوشمزه کرد سالاد اولویه رو. حالا بعضی هم بهش یه دونه پیاز سفید اضافه میکنن، خلاصه که خیلی خوب میشه. یه چیز دیگه هم که بهش اضافه میکنن و من خیلی خوشم اومد همین زیتونه که بهتون توصیه میکنم این دستور رو حتما انجام بدید. خیارشور رو هم خورد میکنیم. روشی که تو روسیه این سالاد رو درست میکنن اینجوریه که همه مواد رو به اندازه سایز نخود فرنگی خورد میکنن و هیچی رو له نمیکنن. خب هویج و سیب زمینی من پخت، اونا رو هم همونطوری نگینی کاملا خورد میکنم و به بقیه موادم اضافه میکنم. تخم مرغ هم همینطور و سینه مرغ هم که دیگه پخته و ریشیشش کردم اون رو هم اضافه میکنم. نخود فرنگی هم همینطور و دیگه مواد ما آماده است. بریم سراغ سسش که البته این سس ورژن خودمه ها، دیگه ورژن روسی نیست و شاید تعجب کنید که من به سس مایونه سس کچاپ اضافه میکنم و خیلی سالاد اولویه خوشمزه میشه. یه مقدار بهش آبغوره و آبلیمو هم بزنید، یه کم هم سس خردل، نمک، فلفل و آویشن، همین. و اصلا ببین یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، عالی میشه. این روش رو یه دفعه امتحان کنید. خب سسمون هم آماده شد، به بقیه مواد اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. دیگه سالاد اولویه ما آماده است، فقط بذارید توی یخچال تا خنک بشه و حسابی خوشمزه تر بشه. اگه دوست دارید قالبی در بیارید یا دوست دارید ساندویچ کنید دیگه به خودتون بستگی داره، به همین راحتی. نوشت جان. راستی یادتون نره این پست رو برای کسایی که سالاد اولویه دوست دارن بفرستید.